circulation, so the river of fast-moving air aloft. اوایل ماه مارس سال جاری، یعنی زمانی که ایستگاه‌های هواشناسی مستقر در قطب جنوب وضعیت دمای سردترین نقطه کره زمین را مخابره کردند، دانشمندان ابتدا گمان کردند خطایی رخ داده است. هر سال در اوایل ماه مارس تابستان کوتاه قطب جنوب به پایان میرسد و دمای این منطقه به سرعت کاهش مییابد. اما برخلاف روال عادی، این بار دمای قطب جنوب به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. آن هم 15 درجه بالاتر از گرمترین دمای ثبت شده در قطب جنوب. همزمان تغییرات دمای قطب شمال هم روندی غیر معمول داشت و 3 درجه بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شد. دانشمندان معتقدند مشاهده موج گرما در هر دو منطقه قطب شمال و قطب جنوب وقوع یک فاجعه آب و هوایی را هشدار می‌دهد. از زمان ثبت این ارقام، کشورهای مختلف شاهد موج‌های گرمای کم سابقه و شاید بی سابقه‌ای بودند که مانند موج مکزیکی در حال گسترش به تمام کشورها بود. در ماه مارس، موج شدید گرما هند و پاکستان را تحت تأثیر قرار داد. طبق بررسی‌ها، دمای ماه مارس این دو کشور در 122 سال اخیر بی سابقه بوده است. در سوی دیگر جهان هم مردم آمریکا در فصل بهار گرمایی را تجربه کردند که مانند اواسط تابستان بود و این روند در ماه می نیز ادامه داشت. اخیراً هم موج گرمای کم سابقه در کشورهای اروپایی مشاهده و به عنوان مثال موجب شده دمای هوای اسپانیا در اوایل ماه ژوئن به دمای کم سابقه 40 درجه سانتیگراد برسد. ارقام ثبت شده اخیر در ایستگاه‌های هواشناسی فرانسه، سوئیس، اتریش و آلمان نیز همگی از شکسته شدن رکورد گرما در این کشورها حکایت دارند. گرمایی که به بیش از 40 درجه سانتیگراد نیز رسیده است. دانشمندان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که افزایش بی سابقه دما در نقاط مختلف جهان یک رخداد ساده طبیعی نیست. به عبارت دیگر، تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیت‌های انسانی است موجب شده موج‌های گرما با افزایش بیشتر دما همراه باشند و مدت زمان این موج‌ها نیز افزایش یابد. افزایش مرگ و میر ناشی از گرما نیز یکی از تبعات تغییرات اقلیمی در جهان است. این گرمای شدید خطری جدی برای سلامت انسان است، چرا که بدن را تحت فشار قرار می‌دهد و با آسیب دیدن محصولات کشاورزی، وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و آسیب رسیدن به زیرساخت‌های شهری به شکل غیر مستقیم نیز به سلامت انسان آسیب می‌زند. این موج‌های گرما در حالی رخ می‌دهند که کره زمین نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن 1.2 درجه سانتیگراد گرم‌تر شده است. کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال 2021 توافق کردند که اجازه ندهند دمای کره زمین از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر شود. So to all the young people out there. اما در صورت ادامه روند فعلی و افزایش دمای زمین به 2 درجه سانتیگراد، دیگر نمیتوان با اقداماتی مثل تغییر رنگ پشت بام‌ها به رنگ سفید و ایجاد فضای سبز بیشتر از تبعات گرما در امان ماند. اتفاقی که باعث می‌شود حدود 1 میلیارد نفر در جهان از گرمای فوق‌العاده شدید و تبعات منفی آن بیشتر رنج ببرند. We don't believe that promises made by financial companies to end deforestation will actually prevent trees from being cut or burnt down. We simply don't believe it.